حسن اسدی زیدآبادی عضو شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت یکی از 12 زندانی سیاسی بند 350 زندان اوین است که از آغاز این هفته دست به اعتصاب قضا زدند. زیدآبادی که به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده است بیش از 11 ماه است که بدون یک روز مرخصی در زندان اوین به سر می‌برد. در همین ارتباط گفتگویی انجام دادیم با عاطفه خلفی، همسر حسن اسدی زیدآبادی از تهران. خانم خلفی، همسر شما یکی از 12 زندانی اعتصاب قضا کننده در زندان اوین هست. مشخصا خواسته ایشون از این اعتصابی که انجام دادن چیه و فکر میکنید که شرایط ایشون در یک سال گذشته چگونه بوده که امروز تصمیم به اعتصاب قضا گرفتن؟ حسن، همونطور که میدونید دبیر کمیته حقوق بشر سازمان ادوار تحکیم مرداد ماه سال 89 برای دومین بار بازداشت شد و الان هم محکومیت 5 سال حبسش رو میگذرونه. از در واقع جزء 12 نفری هستن که در اعتراض به مرگ آقای صابر اعتصاب قضا کردن. متاسفانه این اعتصاب قضا اعتراضی هست. ما خانواده ها هیچ کدوم موافق اعتصاب نیستیم، قطعا خود دوستان هم موافق اعتصاب قضا نیستن، اما وقتی شرایط رو برای یک زندانی به حدی میرسونن، به جایی میرسونن که دیگه راهی پیش روش جز این نیستش که از جونش مایه بذاره تا دیده بشه، صدا شنیده بشه، بالاخره به وضعیتش رسیدگی بشه. الان 2 سال از انتخابات میگذره و موضوع زندانی های سیاسی حل نشده. هر روز به جای اینکه حقوق بیشتری بهشون تعلق بگیره، از رفاه بیشتری تو زندان برخوردار بشن، متاسفانه هر روز هر چند وقت یک بار یکی از این حقوق نقض میشه، کم میشه، تلفن ها قطع میشه، ملاقات حضوری به زحمت میدن، مرخصی نمیتونن بیان و خب بالاخره یه سری اتفاقات ناگوار هم جلوی چشمشون توی زندان میفته و متاسفانه هیچ یک مسئولیت قبول نمی کنه و این اعتصاب قضای همسر من به همراه 11 نفر دیگه همسر من اساس همسر خودم صحبت میکنم برای اینه که بالاخره صدای زندانی سیاسی باید شنیده بشه. اونها جرمی مرتکب نشدن از نظر ما که توی زندان باشن و همین عدم توجیه بودنشون توی زندان و اینکه از هیچ حقوقی برخوردار نیستن، بالاخره این راه رو جلو پاشون گذاشته که در یک اعتصاب قضای اعتراضی چونشون میگن دستشون بگیرن تا صداشون شنیده بشه. شما مشخصا در طول این مدت چه تلاش هایی انجام دادید برای اینکه تغییری در وضعیت ایشون به وجود بیاد؟ آیا این تلاش هاتون مثمر ثمر بوده؟ متاسفانه خیر، این تلاش ها نتیجه نداده. ما بارها و بارها به جایی که بالاخره پاسخگو هستن از نظر قضایی مراجعه کردیم، نمیدونم بالغ بر 100 تا تقاضا برای مرخصی، برای ملاقات حضوری. البته ملاقات حضوری 2-3 ماهی هستش که به ما به صورت روتین داده میشه، اما اون هم با اجازه دادستان هستش. برای مرخصی ایشون یک پدر مادر پیر دارن، بالاخره ما عید نوروز بالاخره کمترین توقع بود که ایشون برای یه روز 2 روز بتونه از زندان بیاد بیرون تا پدر مادرش سر بزنه یا نمیدونم من ببینمش، بالاخره وضعیت سلامتش خبردار بشیم. 1 هفته بیخبری مطلق، هیچ کاری ما از این دوشنبه تا دوشنبه دیگه نمیدونیم چه بلایی سر عزیزانمون اومده اون تو. به جای مختلف مراجعه کردیم، متاسفانه قولایی داده میشه ولی وقتی که به قول عمل نمیشه، یعنی انگار قولی هم داده نشده. و به عنوان سال آخر، خانم خلفی، مطالبه خود شما به عنوان خانواده یکی از زندانیان سیاسی از سیستم قضایی ایران چی هست؟ با توجه به اینکه من معتقدم همسرم هیچ جرمی مرتکب نشده و این بالاخره محکومیت 5 سال واقعا ناعادلانه است و اینکه همسر من یک فرد سالم بوده، یک جوان سالم وارد زندان اوین شده، الان مسئولیت جون همسر من به عهده مسئولین قضایی هست. هر اتفاق برای همسر من بیفته مسئولیت مستقیمش با مقامات قضایی هست. چرا که یک جوان، یک زندانی هیچ راهی به جز اعتصاب قضا جلوی خودش ندیده که بتونه صدای اعتراض باشه به گوش مسئولین قضایی برسونه. فقط نگران سلامتیش هستم و اینکه میخوام که بالاخره در وضعیت اعتصاب قضا به سلامتیش رسیدگی بشه.